شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم به تک تک شما بینندگان عزیز و گرامی. چقدر شما خوبید، وقتتون رو اختصاص دادید به برنامه های قرآنی، برنامه های معارف، گرچه حالا نمیگیم برنامه های دیگر هم نبینید، اما مؤمن باید یه بخشی از وقتش رو صرف فراگیری مسائل دینی کند، مخصوصا در روز جمعه سفارش بیشتری شده است. ما هم خدا رو شاکریم از این که این توفیق رو به ما داده است که در خدمت شما باشیم. امیدواریم که بتونیم مسائلی که بیشتر مورد نیاز هست اینجا مطرح کنیم. این نیاز بخشش برمیگرده به سوالهای شما. این سوالهای شما حاکی از نیاز افراد جامعه و مخاطبین برنامه هست. خب یادتون هست بحثمون در مورد چی بود؟ اگه برنامه رو دیده باشید قطعا یادتون هست. حجاب، پوشش. گفتیم که لباس ما که می پوشیم در بیرون در نگاه دیگران باید شرایطی داشته باشد. اون شرایط رو فهرستوار و اجمال قبلا عرض کردیم، دوتاش هم توضیح دادیم. یکی این که مباح باشد، یعنی قصبی نباشد، لباس خودمون باشه، لباس دیگران هست با رضایت و اجازه بپوشیم. دومی که بدن رو به طور کامل، یعنی به طور لازم، به مقدار لازم بپوشانند، اینم توضیح دادیم. و اما شرایط دیگر، یکی دیگه از شرایط حجاب و لباسی که آقایون یا خانما می پوشن، این که میگیم آقایون خانما، یا خیال نکنید خانما باید با حجاب باشن، آقایون هم باید با حجاب باشن، آقایون هم باید لباس درستی بپوشن. یکی این که نازک و بدن نما نباشد، علاوه بر اون دو شرط اینم هست. یعنی اگر لباس نازک باشه، از زیرش بدن پیدا باشه، این حجاب کاملی نیست. خانم جوراب پوشیده، مانتویش هم کوتاه هست، از زیر جوراب پاش پیداست، خب این حجاب کاملی نیست. یا مثلا ورزن پیرهن آستین کوتاه تنش هست، چادرش هم نازکه، از زیرش دستش پیداست، خب این حجاب کاملی نیست. ای چادر سرمه، خانم ممکنه بگه چادر سرمه، خب چادرم هم که بلنده، درسته، تمام بدن رو پوشونده ولی نازک است، بدن نماز، یعنی از نظر ضخامت این شرط رو ندارد. بنابراین در انتخاب لباس این نکته رو باید مراعات کرد. حالا ممکنه کسی بگه که خانم، اگر حالا خانم یا آقایی دوتا لباس تنشه، لباس روش نازکه، عبای من الان نازکه، زیر این عبا قبا پیداست، اما زیر قبا بدن من که پیدا نیست، این اشکالی داره؟ نه، این اشکالی نداره. اگر چادر نازک بود، زیرش هم لباس دیگه ای بود، بدن خانم پیدا نبود، از جهت دیگه هم اشکالی نداشت، یعنی مثلا انگشت نما نمیشد، اشکالی نداره. دو شرط بعدی که میشه شرط چهارم و از شرایطی که امروز داریم میخونیم دوم هست، برآمدگی های بدن رو کامل بپوشاند. بعضی از لباس ها، بعضی از مانتوها، بعضی از خلاصه لباس هایی که آقایون یا خانم ها می پوشن حجاب کاملی نیست، به قدری تنگ و چسبونه که نمیشه حجاب اسلامی نامگذاریش کرد. من حالا یه مثالی می زنم، حالا خیلی هم نمیخوام تشبیه کنیم، اما یه مثالی میگم. اگر یه خانمی به بدنش گل بماله بیاد بیرون، بدنش گل مال کنه بیاد بیرون، شما میگید حجاب داره؟ معمولا میگن این حجاب نداره دیگه، این همه جای بدنش معلومه دیگه، فقط گل روشه. خب حالا اگر این گل تبدیل شد به پارچه و چنان چسبان هست که تمام اجزگی ها و برامندگی بدنش معلومه، این حجاب کاملیه. خب اون گل که اتفاقا زننده تره، این لباس گاهی هم رنگش، گاهی نوع دوختش بیشتر هم جلب توجه میکنه، یعنی جالب تره، در حالی که شما اونو حجاب نمیدونید، اینو حجاب بدونید، نه نه اون حجابه نه این حجابه. بنابراین لباس باید به قدری گشاد باشد که برآمدگی های بدن رو هم بپوشاند. شرط بعدی این که لباس شهرت نباشد. این شرط رو شما در رساله های عملیه دیدید، در بحث لباس نمازگزار در بسیاری از رساله های توضیح المسائل مسئله آمده است که با لباس شهرت اگر کسی نماز بخواند نمازش باطل است. بعد اجمالا اونجا توضیح دادن، گاهی سوال شده تو استفتاءات اومده که اصلا لباس شهرت چیه،
یعنی چه لباس شهرت؟ لباس شهرت میفرمان لباسی است که شخصی که میپوشد این لباس برای او از نظر رنگ، از نظر دوخت، از نظر اندازه، از نظر کهنگی، از نظر مد و مدل جوری باشه که وقتی که میپوشه انگشت‌نما میشه. هم میگه این چیه پوشیده؟ این چی لباسیه؟ این پسر فلانیه این لباس پوشیده؟ این دختر فلانیه چل چی دیدی چی پوشیده بود؟ دقت کردی؟ انگشت‌نما میشه، جلب توجه میشه، همه به اون نگاه میکنن. اینو بهش میگن لباس شهرت. حتما لازم نیست نو باشه ها، ممکنه لباس مندرس باشه، اینقدر وصله داره که انگشت‌نما میشه. دین میگه آقا وزین باش، سنگین باش. لباس کهنه، لباس مندرسی که انگشت‌نما میشی نپوش. حالا ممکنه بگه بابا نداره. خب نداره حال استراره، اون اشکال نداره، اما اگه داره اونم دین نمیپسنده. مدی که تازه آمده به بازار، خانما هنوز اینو نمیپوشن، متعارف نیست، تو بپوشی بیرون بری انگشت‌نما میشی. من یه وقتی رفتم در یکی از شهرستان‌ها، همه خانم‌ها چادر سفید سرشونه، همه سفید، اما یه جای همه خانم‌ها چادرشون مشکی. اگه خانم چادر سفیدی بپوشه بیاد بیرون، همه توجهشون بهش جلب می‌شود، انگشت‌نما می‌شود. بله این هم اشکال داره. پدر ما نقل می‌کرد که آقای کلاه نمدی داشت، زیر کلاه نمدیش یه برگ چغندر می‌گذاشت، نصف این برگ چغندر از زیر کلاهش بیرون بود. هر کی اونو می‌دید نگاه می‌کرد هیچی وضعیه. میگفتن ازش پرسیدیم بابا این چه وضعیه درست که برگ چغندر بره چیه؟ گفت میخوام مردم غیبتم کنن. این از اشتباهات بعضی از افراد ها، میگن یه کاری بکنیم غیبتمون بکنن گناهانمون شسته بشه. نه خیر آقا، اگه سبب غیبت دیگران شما باشید دو تا گناه میبرید، یکی سبب شدی، یکی هم مردم گناه کردن، اصلا گناه از شما کاسته نمیشود. بله اگه شما هیچ تأثیری نداری، هیچ خبرم نداری، پشت سر شما حرف زدن، بله بعضی از روایات میگه که گناه شما گاهی پای او نوشته میشه، ثواب او پای شما نوشته میشود. اما این وضعی که برای خودت درست کردی با این برگ چغندره که انگشت‌نما میشوی، این کار حرامی اصلا. عرض کردیم اسلام پیروان خودش رو با شخصیت وزین میپسنده، جوری که بین مردم جلف باشه، سبک باشه، انگشت‌نما بشود، برای اینو نمیپسنده. بنابراین میگه لباس شهرت، لباسی که از نظر دوخت، از نظر اندازه. مثلا حالا نگاه کنید یک لباسی پوشیده، یه پاچه شلوارش بالای زانو، یکی روی پاهاست، همین بیاد بیرون همه بهش نگاه میکنن، اینم لباس شهرت. یا لباسی رو وارونه بپوشه، یا من مثلا رو این قبا بیام جاکت بپوشم، میشه لباس شهرت. و از نظر دین اسلام این کار حرام است و پوشیدن این لباس حرامه. و این جور لباس رو کسی بپوشد و نماز بخونه، به فتوای بسیاری از فقها نمازش هم باطل است. اما بخش سوالا تا لحظات دیگر در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله. اولین سوالی که میخوام خدمتتون یعنی بگم و جوابشو عرض کنم مربوط به حالا نیست، قبلا ما شنیدیم، ولی مربوط به این بحثه، من همینجا مطرح میکنم. بحث لباس شهرت که گفته میشه، بعضی ها میگن آقا لباس شما هم لباس شهرته، برهم هست، یعنی مردم دیگه لباس جور دیگه میپوشن، شماها قبا میپوشید، قبای بلند، عمامه به سر میذارید، عبا میذارید، خب اینم لباس شهرت. در جواب باید عرض کنیم لباس صنف غیر از لباس شهرت است. لباس پرستار، لباس پزشک، لباس نظامی، لباس روحانی، اینا لباس صنفه. اگه من تو صنف خودم برخلاف صنف خودم لباس پوشیدم میشه لباس شهرت، همینجوری که گفتیم. اگه من میام رو قبای جاکت بپوشم، اونم جاکت مثلا قرمز، این میشه لباس شهرت. پس اون نظامیه، لباس نظامی که پوشه، لباس شهرت نیست. اگه لباس نظامی رو یه جوری پوشید که انگشت‌نما شد، میشه لباس شهرت. نه این لباس صنف است و لباس شهرت محسوب نمیشود. سوال کردن گفته شده ابریشم برای مردان حرام است، در این باره توضیح دهید مقصود چیست. اولا نگاه کنید ابریشم که میگن برای مردان حرام است، چون اولا این بر اساس فطرت و طبیعت مرد و زن هست. برای خانم ها مثلا طلا حلال است، لباس ابریشم حلال است، برای آقایون حرام است. حالا یه آثار طبی هم ممکنه داشته باشه که نسبت به طلا بهش رسیدن. ابریشم مقصود ابریشم خالص است اولا، ثانیا ابریشم طبیعی،
نه یه چیزی مصنوعی درست کردن اسمش گذاشتن ابریشم، یا اینکه مثلا ما نمیدونیم ابریشمه یا نه، یا ابریشم خالص هست یا نه، این اشکالی نداره. باز در مورد انگشتر طلا سوال کردن، انگشتر طلا برای مردان حرام است یا اگر صرفاً در همان همیشه حرام است یا اگر صرفاً در همان مجلس عقد و عروسی دست کند اشکال ندارد. پاسخ این سوال این است که در احکامی که آمده از طلا برای مردان حرام است، زیور طلا حرام است، نفرمودن مگر برای داماد، مگر در مجلس عروسی، مگر در مجلس شادی، مگر یک بار، این استثناءها رو ذکر نکردن. بنابراین زیور طلا برای مردان کلن حرام است، مخصوص انگشتر هم نیست، حلقه هم باشه حرام است، گردندن باشه حرام است، زیور دیگه هم باشد حرام است. طلا مال زن هاست، خداوندم اونا رو یه جوری آفریده برای طلا میمیرن. حالا میگه میمیرن یعنی واقعا خیلی علاقه دارن. بعضی از مردا اصلا به طلا علاقه ندارن، اما خانما خیلی هاشون از جلو مغازه طلا فروشی رد بشن زانشون شل میشن، بلگاهی هم خرج دست خودشون میذارن یا دست رو دست آقا میذارن. خدا هم برای اون آفریده، خب دوست داشته باشن، خودشون هم اینجوری آفریده هست، علاقه هم دارن. اما آقا دامادی که میخوای انگشتر گران قیمت داشته باشی غیر از طلا هم هست، شما برو پلاتین بخر، پلاتین فلزیست ارزشمند گران قیمت زیبا هم هست، یا خب عقیق که مستحبه مثلا با نقره، یا با همون پلاتین با عقیق با فیروزه زیبا هم هست. نه اختصاص به حالی و حال دیگر نداره، برای عروسی و عقدم باشه حرام است. و مهم هم این است که ما همیشه احکام اسلام رو مراعات کنیم، نه که هر کجا به طبعمون خوش آمد بگیم بله، هر کجا خوش نیامد بگیم نه. مثل بعضی ها که میگردن تو فتوای مراجع ببینن کدامش راحت تره، اول بگن اون که راحت تر میگیره از او تقلید کنیم، بعدم تو فتوای مراجع هر کدام راحت تره اونو عمل کنیم. نه آقا، شما نسخه پزشک رو میدن، اونی که داروی تلخ میخوری اگه یک مثلا داروی هم باشه طعم شیرین داشته باشه اونم استفاده میکنی دیگه، نمیگی چرا اون تلخه، این یکی نخوری اون یکی بخوری. سوال شده طلای سفید هم برای مردان حرام است. بسیاری از فقها نظرشون این است چون که طلای سفید هم نوعی طلا هست، بله برای مردان اونم حرام است، ولی پلاتین فلز دیگه است اشکالی ندارد. ولی بعضی از فقها هم فرمودن نه، اونی که حرام است طلای زرد است دیگه. حالا در این مثلا باز نظر مرجع تقلید خودتون مهم است. بله سوال شده است با توجه که از نظر احکام اسلام تمام بدنمان باید پوشیده باشد، کرم و عطر هم نزنیم، چطور میتوانیم زیبا و تمیز زندگی کنیم؟ بله اینم خیلی سوال است دیگه. پیغمبر ما زیبا و تمیز زندگی کردن، ائمه ما همچنین، همسرانشون همچنین، فرزندانشون همچنین، خوبان عالم تمیز و زیبا زندگی کردن، احکام مراعات کردن. کجای احکام اسلام است که عطر نزنید؟ کجای احکام اسلام اومده آرایش نکنید؟ فرموده است آرایش میکنید جلو نامحرم نرید، آرایشتون از نگاه نامحرم بپوشونید. گاهی وقتا خانم برش واجب است آرایش کنه، اگر شوهرش درخواست کرد میخواد باید آرایش کنه. کجا آرایش حرام است؟ میخواد بره مجلس زنانه، مرد نامحرمی نیست، مرد نامحرمی رو نمیبینه، خب آرایش کنه بره در نگاه زنها، چه اشکالی داره؟ عطر زدن کجا گفتن عطر زدن حرام است؟ مستحب عطر زدن، خوشبو بودن، معطر بودن بهتر از بوی بد عرق بدن است. که اگر همه مردم عطر بزنن همه معطر باشن دیگه، اگه یه خانمی هم عطر زد بیرون آمد که عطر او جلب توجه نمی کند، نامحرم اون استشمام نمی کنه، همه جا معطر است، همه معطر هستن. اما متاسفانه در زندگی ما این عطر و مواد خوشبو کننده کمرنگ است. پیامبر ما هزینه عطرشون به نسبت به سایر هزینه ها میگن بیشتر بوده است. مسجد پیغمبر یک ستونی داره معروف است به استوانت مخلقه، که گفتن ستونی بوده که بر پایه ستون خلوق دود میکردن، یعنی مسجد پیغمبرم خوشبو، لباس پیغمبر خوشبو، بدن پیغمبر خوشبو، زندگی پیغمبر تماما خوشبو، خانهش خوشبو. ما مگه همونجوری باشیم همه معطر باشن؟ بله وقتی که مردا عد نمیزنن، زنا عد نمیزنن، معطر نیستن، یه خانمی عد بزنه بیاد بیرون عطرش نامحرم استشمام میکنه میگن حرام است، درست هم است. بله اما اگر خانم میخواد عطر بزنه که جلو شوهرش خوشبو باشد، عطر میزنه که بیرون میاد جلو خانمها خوشبو باشد، اشکالی نداره. عطر رو برای نامحرم نمیزنه، عطر ملایمی میزنه که نامحرم
استشمام نکنه، خودش هم خوشرو باشه، اینا که اشکالی نداره. بنابراین با همین احکام اسلام میشه تمیز و زیبا زندگی کرد. انشالله که همیشه سالم باشید. خدا نگهدار. خلاصه این برنامه، ادامه توضیح موارد بیان شد.